سلام به کانال مدیا تیوی، خوش اومدید. در این ویدیو بازیگران مشهور ترکی رو که با هم اختلاف دارن براتون آماده کردم، پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. بوراک دنیز و نیلپری شاهینکایا. داستان از اونجا شروع شد که نیلپری شاهینکایا به همراه دوست پسرش در هتلی بود که بوراک دنیز هم در اونجا حضور داشت. بوراک که بسیار مست کرده بود با دوست پسر نیلپری دعوای لفظی کرد و به سمتش حمله ور میشه. نیلپری هم ازش شکایت میکنه. با اینکه بوراک این قضیه رو تکذیب کرد، ولی ویدیوهای دوربین‌های مداربسته تحویل دادگاه شد و رسیدگی به پرونده نیلپری و بوراک در تاریخ 22 فروردین در آدانا قرار برگزار بشه. نورگلی شیرچای و ارکان پتککایا. این دو چهره هر دو از بازیگران سرشناس و بسیار حرفه‌ای کشور ترکیه هستند که در سریال پرطرفدار گوزل به همکاری با هم پرداختند. اختلافات این دو بازیگر از آنجای شروع شد که ارکان از بوسیدن نورگل در ست سریال گوزل امتناع میکنه و معتقده که فقط کسانی که رابطه احساسی دارن میتونن همدیگر رو ببوسن، ولی نورگل بر این باوره که اونا فقط بازیگرن و باید کارشون رو انجام بدن. اختلافات این دو بازیگر به جایی رسید که از هم شکایت کردن. دمت ازدمیر و جان یامان. ماجرا از جایی شروع شد که جان یامان چند بار راجع به عشقش دمت ازدمیر صحبت کرده بود و دمت گفته بود که دوست نداره جان در مورد این قضیه جایی صحبت بکنه، ولی جان توی مصاحبه‌ای گفته بود که من و دمت تو قسمت 20 سریال پرنده سحرخیز وارد رابطه عاشقانه شدیم و این حرف جان باعث ناراحتی و عصبانیت دمت شد و دمت از طریق کارگردان سریال به جان هشدار داد که در موردش صحبت نکنه. ابرو شاهین و آکینا کینوزو. این دو بازیگر ترکی با ایفای نقش در سریال پربیننده هرجایی یا همه سریال تردید به شهرت رسیدن، طرفداران این سریال علاقه‌مند بودند که آنها در زندگی واقعی هم با هم رابطه عاشقانه داشته باشند. اما به طور ناگهانی در قسمت‌های آخر این سریال تلویزیونی بحث و مجادله‌ای طولانی بین این دو چهره در گرفت که بسیاری از کاربران آکینا کینوزو را مقصر دونستند. هازالکایا و بوراک دنیز. موقعی که هازالکایا و بوراک دنیز در سریال حکایت ما هم بازی بودن، بینشون مشاجره سنگینی ایجاد شد، در حدی که در پشت صحنه سریال سعی می‌کردن روبروی هم قرار نگیرن و خیلی ها علت این دعوا رو مرور بیش از حد هازال دونستن. دیلان چیچک دنیز و آیبوک پوساد. دیلان چیچک دنیز و آیبوک پوساد دو تن از بازیگران مشهور ترکی هستند که با هم دوست صمیمی بودن. دیلان چیچک که با فورکان آندیش در رابطه عاطفی بود، پس از مدتی از هم جدا شدن و خبرهای جدیدی مبنی بر رابطه عاطفی فورکان آندیش با آیبوک پوساد به میان آمد و همین امر موجب شد تا دیلان با دوست صمیمیش آیبوک قطع رابطه بکنه و اون رو مسبب جداییش بدونه. نسلیان آتاگول و فاهریه اوجن. همونطور که میدونید، نسلیان آتاگول و بوراک یوزچیویت بازیگران نقش اصلی سریال عشق بیپایان بودن و صحنه‌های بوسه نسلیهان و بوراک باعث ناراحتی همسر نسلیهان کادیر دوغلو شد. کادیر دوغلو به بوراک یوزچیویت که قبلا با هم دوست بودن، بعد از این صحنه‌های بوسیدن گفته شد که کادیر بوراک رو با مشت زده و این بحث‌ها و صحنه‌ها به همسر بوراک هم کشیده شد و باعث شد نسلیهان و فاهریه با هم قطع رابطه بکنن. جانسودره و آهویاتو. تقریبا میتوان گفت که این دو بازیگر به صورت همزمان وارد عرصه بازیگری شدند و از آن زمان هم دوستی صمیمانه خودشون رو آغاز کردند. جانسودره که مدتی با جیم یلماز یکی از چهره های فعال در صنعت هنری در رابطه عاطفی بود و قرار بود رابطهشون رو رسمی کنند، به صورت ناگهانی جیم یلماز رابطهش رو با جانسودره به اتمام رسوند و با دوست صمیمی او آهویاتو وارد رابطه شد. درست ازدواج جیم یلماز و آهویاتو دوام زیادی نداشت و با وجود یک فرزند از هم جدا شدن، ولی همچنان دشمنی بین جانسودره و آهویاتو برقراره. توبا بیوکستون و برنساد. نفرت میان این دو بازیگر از زمانی آغاز شد
که در سال 2007 توبا از بولند اینان جدا شد و از بین رفتن رابطه عاطفی میان این دو چهره به سرعت رابطه ای بین برنساد و بولند اینال آغاز شد که این امر موجب شد تا دیدگاه توبا نسبت به برن تغییر کنه و این دو بازیگر در هیچ پروژه‌ای با هم همکاری نکنند. جان یامان و سلن سویدر. ماجرای جنجالی این دو چهره از یکدیگر زمانی آغاز شد که جان یامان از سلن سویدر بر سر فیلم برداری سریال کداممان عاشق نشد، به شدت عصبانی شد و یک فنجان رو به سوی او پرتاب کرد. سلن سویدر هم از جان یامان شکایت کرد و جان یامان مجبور به پرداخت جریمه نقدی شد. الچین سانگو به ازگه اسپیرینجی. الچین و ازگه با هم دوست و همسایه بودن. ماجرای اختلافشون هم زمانی رسانه‌ای شد که الچین در قسمت پایانی سریال عشق اجری کاپشنی از خز طبیعی حیوانات رو به تن کرده بود و ازگه اسپیرینجی در توییتی نسبت به این قضیه به الچین تیکه انداخت و باعث شد بین این دو بازیگر اختلافاتی شکل بگیره. بوراکوس چیوید و انگین آلتان دوزیاتان. انگین آلتان دوزیاتان که از شناخته شده ترین بازیگران کشور ترکیه هست، در سال 2014 به عنوان نقش اصلی سریال تاریخی قیام ارطغرل انتخاب شد. این چهره در این سریال ایفاگر نقش کاراکتر ارطغرل پدر عثمان یکم بود. اما در فصل دوم این سریال، هنگامی که بوراک اوزچیوید به عنوان کاراکتر عثمان انتخاب شد، انگین آلتان دوزیاتان قرارداد همکاری خودش رو با این سریال تمدید نکرد و خبرهایی مبنی بر حسادت میان این دو بازیگر پخش شد. هاتیجه اسلان و تولگاهان سایشمان. هاتیجه و تولگاهان دو بازیگر شناخته شده در سریال عمر گل لاله هستند که بر سر صحنه فیلم برداری این سریال با همدیگه درگیر شدند و جنجال‌ها و حاشیه‌های اونها به اندازه‌ای زیاد شد که هاتیجه ادعا کرد که به خاطر ضرب و شتم از تولگاهان شکایت می‌کنه، ولی ادعاهاش رد شد. دوستان عزیزم، ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. نظراتتون رو راجع به این ویدیو حتما برام کامنت کنید و اگه تا حالا عضو کانال مدیا تیوی نشدین همین الان کانالم رو سابسکرایب کنید تا از اخبار و حواشی بازیگران و سریال های ترکی جانمونید.